برام یاد پروردگار بزرگ و بی همتا بارز سلام و بعد از ظهر شما عزیزان بخیر انشاءالله که جور ساعت من باشین و بیننده برنامه رسم زندگی با من گیتی منصف نیم ساعت برنامه تقدیم شما میکنیم با اتفاق همکاران ما و انشاءالله خانواده های گرامی که همین لحظه بیننده ما هستین و ما رو دنبال میکنین. موضوعی که امروز تعیین کردیم و پرسش هایی که از سوی بیننده های ما دریافت کردیم انشاءالله که بیننده باشن و پاسخ های خود رو دریافت کنن و اینکه بالاخره شما بیننده های گرامی که در دنیای مجازی درخواست موضوع چون نقش سوا در خانواده را مطرح ساخته بودین و خواسته بودین که دنبال کنیم، امروز در برنامه رسم زندگی همین موضوع رو دنبال میکنیم، بیشتر به جزئیات میپردازیم با جناب پاهنیار استاد محمد اسماعیل مومند نوری، ایشان استاد دانشگاه هستند. در ارتباط با نقش سواد در یک خانواده میخوایم صحبت کنیم، به اینکه اگر والدین با سواد باشن، تحصیل کرده باشن، چه نقش را میتونن در زندگی فرزندانشان داشته باشن، در زندگی کودکانشان داشته باشن، و اگر یک خانواده با سواد باشه، بنیاد یک خانواده با سواد گذاشته شود، چه نقش را میتونه در اجتماع داشته باشه، چون همین اجتماع هم برگرفته از خانواده ها است. اگر خانواده ها با سواد باشه چقدر منجر به پیشرفت و انکشاف در یک جامعه در یک کشور شده میتونه. موردی است که میخوایم بیشتر به جزئیات بپردازیم با جناب استاد گرامی. شما هم میتونید تماس بگیرید، 499 در خدمتتون است، میتونید با 499 تماس گرفته و پرسش هایتون رو مطرح سازین. همچنان میتونید در دنیای مجازی ما رو دنبال کنین، صفحه فیسبوک برنامه رسم زندگی با خودتون داشته باشین و ما را از او طریق هم میتونین پیدا کنین و پرسش هایتون با ما شریک بسازین. پیام های هم از سوی بیننده های ما دریافت کردیم که در لابلای صحبت هایی که با سادگرامی می داشته باشیم حتما بخانش میگیرم، شما هم ما رو بیننده باشین. میریم به طرف بسته معلوماتی مقدمتن چیزی در مورد نقش سواد بدانیم، چه نقش را میتونه سواد در یک خانواده داشته باشه، برمیگردیم و همین مبحث را دنبال میکنیم. نقش سواد در یک خانواده. سواد نقش مهم و اثرات مثبت را می تواند در یک خانواده و محیط خانوادگی داشته باشد. اگرچه تحصیلات پدران و مادران در رفتار بهنجار فرزندان اثرات انکارناپذیری دارد، اما در بررسی های انجام شده نقش مادران بیشتر در خور توجه می باشد. دور بودن پدران از منزل به دلیل اشتغال باعث می شود که فرزندان بیشتر ساعات بیداری را با مادران خود بگذرانند. از این رو سطح سواد و تحصیلات مادران می تواند در هدایت تحصیلی و شغلی فرزندان و تربیت آنها تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. نقش بسیار مهم خانواده در تربیت فرزندان بر کسی پوشیدن نیست. این قانون مقدس خانواده است که اعضای جامعه را می‌پروراند و تحویل می‌دهد. فرزندان قبل از سن ورود به مکتب در محیط خانوادگی به سر می‌برند. آنها حتی در جریانی که در مکتب هستند و جز ساعاتی که در صنف سپری می‌کنند، بقیه وقت خود را در خانه می‌گذرانند و از همه جوانب خانواده تأثیر می‌پذیرند. در جامعه پیشرفتی کنونی خانواده مسائل و مشکلات گوناگونی دارد. در صورتی که هر یک از این مشکلات آگاهانه حل نشود، می تواند خانواده را از حالت عادی خارج کرده و مشکل آفرین سازد. نکات را هم دانستیم در ارتباط با نقش سواد در محیط خانواده و اینکه هم بر پدر و هم بر مادر چقدر ضروری است که سواد داشته باشن و افراد با سواد باشن و چه کمک میتونن بر فرزندانشان، بر آینده شخص، بر شخصیت فرزندانشان، بر آینده فرزندانشان باشن. پدر و مادر که با سواد باشه، والدین که با سواد باشه و میتونن در آینده و در ساختن آینده فرزندانشان نقش مهم را داشته باشن. از آنجایی که در دین مبین اسلام هم امر شده بر مرد و زن فراگیری علم ضروری است، فرض است، و اینکه بالاخره
چقدر مهم است که اگر یک شخص آگاه باشه، با سواد باشه، تحصیل کرده باشه، مشکلات که برمیخورن در زندگی آگاهانه از اون مشکل راهی پیدا کنن و راه حل برش جستجو کنن. این همه برمیگرده به داشتن سواد و این که نقش مهم و لازمی رو میتونه در زندگی داشته باشه. از زاویه دید استاد گرامی هم میشنویم شما ما رو بیننده باشین. خیلی خوش آمدید استاد. تشکر از شما. سلام بر شما و تمام بینندگان تلویزیون خورشید، به خصوص برنامه رسمی زندگی. خدا کنه تا دیدم روز به خوشی سپری کرده باشه. ممنونتون استاد. مقدمتون خوب است. از شما بشنویم از نقش سواد از زاویه دید شما چه اهمیت و چه ضرورت به سواد در زندگی دانستم. ایش از شما بشنویم. سواد پدیده بسیار اساسی در یک خانواده و اجتماع می باشد. وقتی که یک انسان بی سواد باشد، طبعا اجتماع را بی سواد قرار می دهد، بی سواد می باشد. باید در اول هر انسان باید فرض سرش که با سواد باشه. خداوند گفته اقرا بخون، باید درس بخونه، تعلیم بکنه. دیگه وقت پدیده خود سواد یک پدیده است که یک انسان میتونه از بحران، از سختی، از فقر، از بحران اقتصادی خارج کنه، بکشه. و اگر هرگاه فامیل در اینجا بی سواد باشه، طبعا اولاد از بی سواد میمرد، طبعا فقر سواد در جامعه ما بلکه در افغانستان بسیار زیاد است. او خانواده من فقیر است، او خانواده من بحران اقتصادی در خانوادهش است، سطح زندگیشان، سطح اجتماع پایین تر است، فرهنگ پایین برخوردار میباشه. دیگه اگر انسان اگر میخواد که با سواد باشه و سطح زندگیشان با سطح اجتماع باشه، سطح اجتماع بلندتر باشه و او با اقتصاد خوب داشته باشه و در جامعه خوب بدرخشه، باید تو شخص باشه با سواد باشه. خب سواد چند قسم است؟ این سواد ما را میتونه گفته که یک شخص که 35% مردم افغانستان با سواد هستند، نو کسایی هستند خوانده نوشتن یاد داره. تقریبا 1% شاید مردم افغانستان شاید دکترا و ماستری داشته باشه. متبقی 5% مردم هستند استادایی هستند مثلا که دکترا و ماستری داره و رتبه علمی که زندگی توان زندگی آکادمیک دارن، توان زندگی خوب دارن در جامعه، اونا با سواد هستن. و کسایی که 35% با سواد خط نوشتن یاد داره، بار با سواد تلقی کردن نمیتونن، به خاطر که نوها تنها بحران در جامعه ایجاد کردن، بلکه خودشان در بحران هستن و زندگیشون بسیار فقیر است و همیشه از زندگی خود مینونه و هر دقیقه از او به سختی میگذره. با در نظر داشت همین مسئله که شما یادآوری کردین استاد، گفتین که سواد فقط همونای خواندن و نوشتن که نیست. پس سواد چه تعریفی میتونه داشته باشه؟ بعد چه فرد میشه که با سواد بگوین؟ فرد با سواد کدام فرد است؟ فرد با سواد فردی است که اول باید دوره مکتب خود خلاص بکنه، به تعقیب لیسانس باشه، به تعقیب ماستری، دکترا داشته باشه. شخص کامل با سواد است. خب کسی که با سواد گفته میشه که خط نوشتن داره، هدف از وای است که یعنی این انسان میتونه در جایی که اگر برمیخوره به یک موضوع علمی میتونه بخونه اوره و تحلیل تجزیه کردن نمیتونه. ولی یک شخص با سواد اگر یک موضوع رو میخونه اوره علمی بررسی کرده میتونه. این فرق با سواد و بی سواد است. یک شخص با سواد است خواندن یاد داره ولی تحلیل تجزیه یاد نداره، صاحب نظر نیست. یک شخص با سواد کسی است که اگر یک موضوع رو میخونه اوره تحلیل تجزیه هم کرده بتونه، به جامعه برسونه و صاحب نظر هم باشه، نظرشون هم جامعه باشه. این شخص با سواد میگن که یا طبعا اشخاص اکادمیک هستن و لیسانس نیستن یا ماستری دارن، دکترا دارن. بله استاد گرامی، صحبت های شما رو میداشته باشیم. چند پیام بازرگانی میگیریم، برمیگردیم. بیننده های گرامی ما رو دنبال کنین، همین مبحث را دنبال میکنیم. برگشتیم به ادامه برنامه رسم زندگی با موضوع نقش سواد در یک خانواده. استاد یادآوری کردین از تعریف سواد و گفتین فقط توانایی خواندن و نوشتن که نیست، سایر مهارت هایی که باید یک فرد داشته باشه، هنر زندگی کردن یا سایر توانمندی هایی که نیاز به یک فرد یا چگونگی مؤثر واقع شدن در یک اجتماع، این همه خیلی میتونه مهم باشه، نه اینکه فقط خواندن نوشتن رو بدونیم و بگیم یک فرد با سواد هستیم. حالا در ادامه صحبت هایتون خوب است یادآوری کنین که ما در حالی از نقش سواد صحبت میکنیم که اکثرا مردم ما دچار همین معضل بی سوادی هستن. ما تحت فقر سواد زندگی میکنیم، خط فقر سواد زندگی میکنیم. و اینکه چه نقش را میتونه یا چه تاثیرات منفی را میتونه یا چه پیامت های منفی را میتونه داشته باشه در یک محیط و خانوادگی، زمانی که والدین سواد نداشته باشن و میخواستن فرزندانشان بی سواد با بار بیاین، و برعکس اگر با سواد باشن چه نقش را میتونن در زندگی فرزندانشان داشته باشن. از شما بشنویم. خانواده در اول باید با سواد باشه، ولی بعضی موضوعاتی هست که مربوط به سواد نمیشن. پدر و مادر باید با سواد باشن در نخست، به خاطر که اولاد اگر میخواد با سواد تربیت بکنه در جامعه، بلکه پدر و مادر باید اول با سواد باشه. ولی ما اینو میتونم گفته که بعضی فامیلاست که ما در اجتماع کردشون با تماس هستیم، با سواد هستن ولی اولادشون سواد نداره. اولادشون سواد چه قسمی داره که مثلا کورس و مکتب و پنتون میره، به خاطر نمایش، ولی در باطن در فطرت هیچ سواد نداره، تحصیل نداره، هیچ تحصیل ترجیح نداره، زندگیشون بسیار خراب است تا حدی به خاطر که سواد نداره. خب پول نمیتونه زندگی رو جور بکنه.
ولی فامیل نقش اساسی در سواد داره. باید پدر و مادر با سواد باشه، اگر پدر و مادر با سواد نباشه، برادر کلان با سواد باشه، اگر نباشه خواهر کلان باید با سواد باشه. در اول من برادر کلان که با سواد میشه، طبعا پدر و مادر ازوره به مکتب درست رو فرستاده، بود به کورس‌ها فرستاده، به پنتون فرستاده، فرزو درجه علمی رو گرفته، طبعا تا مسائل دکترا فرزو زحمت کشیده، پس آمده کشور زحمت کشیده یا زحمت میکشه، در جریان زحمت هسته. اول نخست پدر و مادر باید با سواد باشه. زیاد از زن و شوهر بر شوهر با سواد باشه، دوم با زن با سواد باشه. به خاطر که پدر با سواد باشه نمیتونه مادر اولاد با سواد تربیت بکنه، بدلیلی که زن ضعیف تر است نسبت به مرد در هر عرصه، ولی زن میتونه که اولاد خود با سواد تربیت کنه، در صورتی که اگه 12 پاس هم باشه میتونه زن. ولی مرد اگه لیسانس نباشه، ماستری دکترا نداشته باشه، امرار خوبی نداشته باشه در خانه، نمیتونه که اولاد خود با سواد تربیت کنه. ولی سه عصر عمده که در جامعه بسیار مهم است، اقتصاد است، اجتماع است و فرهنگ است. یک خانواده وقتی اقتصاد خوب می داشته باشه که او خانواده با سواد باشه، طبعا چند نفرش وظیفه داشته باشه و اون معاش حلالی که میگیره در خانواده مصرف بکنه، طبعا به اطفال دیگه پیسه زمینه و پیسه مساعد بکنه، او رو روان بکنه به کورس ها، بنتونه ها، تا درس های خود بخونه. ولی اقتصاد نداشته باشه، او در سطح خط فقر خود جامعه زندگی میکنه و همیشه میناله که من فقیر هستم، یعنی من مثلا گدمه کسیش تو برخواست ندارم، من لباس من خراب است، خانه خوب ندارم، موتر خوب ندارم، خوراک خوب ندارم، من جلدم خراب است، مریض زیاد هستم، به خاطر از اینکه بی‌سواد است. طبعا از هر دقیق خود فقط از هر دقیق خود میناله و گذشته را یاد میکنه و مردم شکایت میکنه و مردم طبعا کوره میبینه، برایش میگه تو باید درس میخوندی، باید برسیده میبودی که میرسیدی. ولی در اول پدر و مادر با سواد باشه، ولی فامیلی که با سواد هم هستن و اولاد خود با سواد تربیت کردن نمیتونه، فطرتا خراب هستن. خب فطرت طرف خداوند است، کسی که خراب باشه و نمیتونه با سواد باشه، او کار غلط نکنه، او کار غلط طبعا میتونه کنه. در جامعه که در خانواده که سواد نباشه، در اونجا فقر اقتصادی است، فقر مریضی است، فقر لباس خوب ندارن، نان ندارن، مشکلات دارن، قرضدار میباشن، در جامعه دست به خان میباشن که مردم در او خانواده طلاق میباشه، در او خانواده تبعیض میباشه، در او خانواده جنجال های بیرونی رو به داخل میکشونن، تحلیل میکنن، از بیرون به داخل. بسیار مشکلات بی سوادی است. او جامعه، او خانواده بی سواد است. اگر خانواده میخواد که سالم باشه، در جامعه خوب بدرخشه و همسایه ها پیش خوش باشه، جامعه خوش باشه و نظرشون معقول باشه در جامعه و زندگیشون سطح اجتماع بلندتر باشه، او باید با سواد باشه. اگر میخواد زندگی خوب داشته باشه، خوب در افغانستان تو مسائل بسیار کم است که یک نفر با سواد باشه زندگی خوب داشته باشه، بلکه حال داره. کسایی که با سواد زندگی خوب دارن نسبت به گذشته، وقت کسی که پیسه دار میبود زندگی خوب میداشت، ولی او از فقیری بود که اصلا علم نداشت، ولی تعلیم و تجربه نداشت، ولی پیسه داشت. یک مسئله دیگه که بسیار بیننده های ما هم تذکر دادن، از ثروت و سواد یادآوری کردین. موفقیت هم از آن خانواده است که با سواد باشه، آگاهانه به پیش برن، خردمندانه به پیش برن و از نعمت سواد برخوردار باشن. حالا یک سوال دیگه که مطرح میشه، بعضن افراد هستن که بی سواد هستن، چیز از سواد نمیدونن، از تعلیم نمیدونن، ولی از ثروت خوب برخوردار هستن. این مسئله رو بیننده های ما هم یادآوری کردن، گفتن واقعا ثروت ربط به سواد میتونه داشته باشه یا اصلا ثروت ربط به سواد نداره، فقط همین که یک فردی که با سواد باشه، هوشیار باشه در مقابل هر مسئله زندگی، هر پیش آمدی در زندگی، فقط میتونه زندگیش رو به بهترین صورت و با یک نظم انضباط به پیش ببره، ولی ثروت ممکن از آنش نباشه. از شما بشنویم. ثروت ارتباط مستقیم با سواد داره. اقتصاد طبعا، اقتصاد با اجتماع و فرهنگ ارتباط مستقیم داره. سی عصری است که در سواد بسیار مهم است. ولی اقتصاد چند رقم است. یک فامیلی است که بسیار پولدار است، او از هر نگاهی که پیدا کرده پول پیدا کرده، پس سواد تحصیل با سواد توجه نداره، پیسه دار است. ولی تحلیل و تجزیه زندگیشون از نگاه علمی بسیار پایین است. هر چقدر پیسه دار باشه، خوب که در افراد اشخاصی او میشینه که او پیسه دار است، ولی پیسه دار در کل که شما دیده باشین بی سواد باشه، او بسیار تحلیل منطقی نداره از جامعه، تحلیل منطقی از این نداره که چه رقم میگرده. مقصد او در قصه بزنس خود است، بزنس غلط است. این اشخاص زیاد در افغانستان، بلکه در چند سال گذشته خوی اشخاص زیاد بوده. خب خانواده که اقتصاد خوب داره، طبعا او باسوادتر است از خانواده که فقیر است. چطور؟ بعضی اوقات خانواده اقتصاد خوب داره، اولاد خود میتونه که به خارج از کشور روان تحصیل بکنه، پس وارد کشور شو خدمت بکنه، میتونه به کورس های خوب روانش کنه، میتونه پنتون خوب روانش کنه، میتونه به بورسی های خوب سهم بسازن، اینها را بگیرن، به اسکالرشپ های خوب برن تحصیل بکنه، پس بیاد. ولی خانواده که فقیر است، اون نمیتونه که مثلا کورس خوب به اولاد خود فراهم بکنه، تحصیل خوب فراهم بکنه، پنتون روانش بکنه، غیر سر تحصیل بکنه، خارج از کشور روانش بکنه، پول کار باشه نمیتونه. این فرق در افغانستان زیاد است. ولی خوشبختانه فعلا کسایی که پولدار است در افغانستان، بسیار زندگی علمی پایین دارن و کسایی که با سواد هستن زندگی علمی خوب دارن. ولی کسایی که پول دارن، سعی کس که ثروت داره تا زندگی خوب داره، از نگاه پوشاک خوراک تنها زندگی نیست که کسی پوشاک خوب خوراک خوب داشته زندگی خوب داره، او هر لحظه میمیره. او اگر کاش بشینی بگه کاش که من با سواد می بودم، شاید این قدر مشکلات ما در بر نداشتم، یک شخصی می کتم میشید، یعنی این مشکل ما خودم حل کردم میتونم. او همیشه هر مشکل خود پول حل میکنه. یک مسئله دیگه استاد گرامی، به اینکه ما سالیان زیاد نابهنجاری ها را
پشت سر گذاشتن فیلن هم در محصولات هسته مشکلات از هراج و مرج از بی‌نظمی های از در داخل و این خود میتونه تاثیرات بر جوان افراد داشته باشن به اینکه آنچنان آرامش که باید وجود داشته باشن از جوانان نوجوانان باید به تعلیم و تحصیلشان برسن آنچنان آرامش را نمیتونن داشته باشن نگران هستن از آیندهشان از سرنوشتشان در جغرافیایی که ما زندگی میکنیم خب گذشته از این مشکلات حالا میخوایم پرسش به این گونه مطرح بسازم که با وجود این همه مشکلات که پشت سر گذاشتاندیم و این میتونه عامل بزرگ در پایین بودن سطح سواد در جامعه ما باشه که اکثرا فعلا بی سواد هستن از سوی دیگر همین پایین بودن کیفیت تدریسی چقدر میتونه نقش در بیسوادی در یک جامعه داشته گرچه کم از بس بدون میریم از نقش سواد در خانواده صحبت کردین حالا در اجتماع اگر صحبت کنیم اصلا جوانان میرن به طرف دانشگاه ها فقط به نام است که مؤثر هستن چیز در شانشان از تحصیل از علم از دانش دیده نمیشان چه مواردی که شما هم یادآوری کردین فقط توانی خواندن نوشتن که نیست یا میخوان کی خواندن نزاکت هایش رو مایرم از نظر گرفتن شخصیت از خود ساختن حالا کیفیت تدریسی در جامعه ما که پایین است چقدر میتونه عامل بر بی سوادی و پایین بودن سوال بسیار منطقی کیفیت تدریس در افغانستان فعلا به خاطر پایین است که وضعیت استادای ما درجه علمیشون لیسانس است رتبیل میداره درجه علمی شون لیسانس است کسی که وقت درجه علمی شون لیسانس باشه رتبیل میشه که پوهان دام باشه و در جمع کسای ملی که لیسانس است به خاطر اینکه او نمیتونه کتاب خوب تحلیل تجزیه بکنه کتاب خوب نوشته بکنه جامعه عرضه بکنه به خاطر تحصیل درجه علمی میش پوینتر است و کسایی که سطح درجه علمی شون ماستری داره دکترا داره توان کسایی که ماستری دکترا داره رتبه علمی داره کتابای خوب داره در جامعه امروز تدریس خوب میکنه به مردم و حتما خارج از کشور درس خوانن و هم درجه علمی گرفته به افغانستان بده خدمت میکنن این حال خوب شده خب سابق میپردازیم تدریس در مراکز خصوصی به خصوص از 12 بالا پایین تر است ضعیف تر است و همگی درس نمیخونه در کل درس نمیخونه به خاطر اینکه و همیشه پول بهانه میکنه که من پول میپردازم دلم که درس خوند نخوندم یک مرض بسیار کلان که مردم افغانستان گرفته و یک چه وقت تداوی میشه نمیفهمم تدریس در سطح افغانستان در پانتونای شخصی بلکه پایین تر است ولی اگر کسی میخواد که پانتون دولتی راه پیدا بکنه یک شاگرد باید دو نیم سال سه سال کنکور بخونه ببینه که ازی مغز ازی یا خود ازی چه شخصیت بزرگ جو میشه برای در پانتون کابل راه پیدا بکنه حتی محصلینی که در پانتون کابل راه پیدا میکنه اپدیت از مغزشون از استادا کرده به خاطر اینکه یا مطالعه بسیار بالا داره یا شخصیت بسیار بزرگ هستن بسیار مشکل و پانتون کابل راه پیدا کرده یا 160 سوال بسیار دست خونه او حل کرده راه پیدا کرده تمام این شخص بسیار رسیده است باسوادتر از کسی که پانتون میره و کسی که همیشه سر زندگی پایین دارد از اجتماع پایین تر میباشه او همیشه پانتون شخصی میره راه پیدا میکنه در میخونه خوب پانتون شخصی هم درس هست درس با شاگرد درس نمیخونه و تدریس در کل در افغانستان ضعیف تر است به خاطر از اینکه دولت افغانستان تا حال توانایی ازیر پیدا نکرده که درجه علمی را که رتبه علمی به مردم های باید وادار بسن که مردم ها مستحقش هست هر وقت یه حق به مردم رسید تدریس سطح تدریس به سطح اید نمیریم دور نمیریم به سطح هندوستان و پاکستان میشه بله پیام های از سوی بیننده های ما دریافت کردیم بانو جمیله نورستانی پیام فرستادن گفتن عرض سلام بر شما استاد گرامی علیکم سلام ممنونتان بانوی گرامی گفتن خانواده عنصر بسیار کلیدی است هرچه پدر مادر یک خانواده تحصیل کرده تر باشه احتمال اینکه فرزند هم مدارج علمی بالا را طی کند بیشتر از نقش مادر هم از پدر پررنگ تر است زیرا وقت بیشتر را با بچه ها میگذراند و تاثیر مستقیم روی آموزش آنها دارد و سواد و تحصیلات خانواده یکی از عوامل مهم پیشرفت بشر در جهان امروز است پیشرفت تکنولوژی صنعت طبابت و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است و سواد در تمام ابعاد زندگی انسان میتواند تاثیر بسزایی داشته باشه مخصوصا در طبابت رشد اقتصاد رشد فرهنگ رشد و تربیت فرزندان و غیره ممنونتان سلامت باشین بانو جمیله نورستانی نیک فرمودین شما همین گونه است دقیقاً و استاد به اینکه از بس بدون نریم از تاثیرات بیسوادی در جامعه صحبت کردیم دوباره برگردیم به محیط و خانوادگی چون موضوع بس ما همین است در بسته معلوماتی هم یادآوری شد به اینکه نقش مادر میتونه بیشتر باشه پررنگتر باشه قسم بیننده ما هم یادآوری کردن نسبت به پدر از دید شما چقدر مهم است که مادر با سواد باشه چون بیشتر اوقات با فرزندان شاید نسبت به پدر چون پدر به دلیل داشتن وظیفه کار اشتغال به دور از منزل می باشه اکثرا مادر بیشترین اوقات با فرزندان می باشه چقدر مهم است که با سواد باشه مادر با سواد باشه 100% در خانه اثر مثبت داره ولی مادرای امروزی در خانواده بسیار مشکلات دارن فرض مثال مشکلات خانوادگی دارن مشکلات کار باید بکنن ها باید مفاهیم جور بکنن و تهیه بکنن و مسائل دیگه و دیگه که در خانواده است که همگی میفهمن
خب وقتی که مادر باسواد باشه طبعا اولادشون باسواد به خاطر که زیاد وقت اولاد به خاطر مادر میگذرونه، پدر طبعا پشت روزی و رزق بیرون میبره تا که شام میاد طبعا خسته میباشه شام مگه بیاد خستگی خود طرف بکنه به اولاد نمیرسه، ولی مادر باید باسواد باشه در کل که رای نه که به اولادشون نشون بده، ولی در امروز زیاد وقت این مسائل مراکز آموزشی بر عهده گرفته، والدین امروز در خانه ها بسیار آرام هستند، یعنی والدین نمیخواد اولاد خود درس بده، نمیخواد که اولاد خود مصروف باشه، نمیخواد وسیله خود بتاق بونه، کلا گیره همه گیره با مراکز آموزشی روان که کل مسئولیت ما دوش مراکز آموزشی انداخته و هم طور است امروز شانه خالی کردن، ولی سابقه تو نبود مادر بسیار که اولاد خود مثلا زحمت میکشید، قران کدش میخوان، دری کدش یاد میگیره، پشتو کدش میخوان، او رو با سواد میساخت، مکتب روان میکرد، پنتون روان میکرد، ولی اول مادرای رقم نیست، مادر رو بند هستند، مسائل دیگه که در خانواده است بند هستند، حالا کل مسائل به دوش مراکز خصوصی انداخته که مراکز میتونه برسونه. موضوع دیگه است استاد گرامی، با مادر صحبتتون خط کردم، پدر خب دلیل به این می داشته باشه که من مصروف کار بیرون است و مادرم بهانه میگیرم این کارها و مصرفات خانه، کارهای خانه را کمک نمیکنم با فرزندانشون، گفتی شما بی مسئولیت هستن بگونی، همه مسئولیت ها رو به دوش مکتب میگذارن که همی که مکتب رفت همه چیز یاد میگیره. چقدر مهم است که وقتشون رو به فرزندانشون هم اختصاص بدن، از پدرم خوب از یادآوری کنین که خب درست است که مصروف پیدا کردن روزی و یک لقمه نان بر خانوادهش میباشه، چقدر مهم است که کمک کنن به پدر و مادر که وقتی که اولاد خود کمک نکنن، ولی اولادشون همیشه در کورس ها، در مکتب ها، در پنتون ها همیشه ناکام هستن. هر بچه، هر دختر که در پنتون درجه خوب میبره، اول مادرش همکاری داره، همراهش درس در خانه میخونه، و وقتی که مشکلات در خانواده ایجاد میکنه، دخترش با الفاظ بسیار زشت اول جواب نمیده، اول میره به مرکز شخصی که از مدیر ازو که رئیس ازو در میان میگذارش، هر دویشون تصمیم گرفته بسیار گپای خوب با علمی رو برای دختر خود ارائه میکنه، دخترشون قناعت میکنه، باز درس میخونه، اما بچه خود از قیاس مادرانی که در خانواده هستن که اولادشون کمک نمیکنن، طبعا در اونجا فقر مطالعه بسیار ضعیف است و اولادشون همیشه ناکام، به خاطر اینکه مادر که اولاد خود کمک نکنند، شما در کورس ها در پنتون ها برین، اولاد که مادر خود درس میخونه بسیار لایق هست، از کسانی که مادر خود درس نمیخونه، از پدر خود درس نمیخونه، پدر صحیح، پدر خوب کی است؟ شام که خانه آمد، پدر که وقت وصلی خود برجا کرد، ما همه بی پدر داریم که اولاد خود میشن درس میخوان تا 11 بجه شب، 12 بجه شب، پدر خوبی است. اولادشون صبح به خانه میه، میگه پدرم که من شب کار کردم، امروز روز استاد پیش تخت بسیار براحتی استاد میشه، به خاطر موضوع رو بسیار زود میگیرن، یا به خاطر که پدرشون که کار کرده، مادر پدر که شانه خالی میکنه که اولاد خود، اما اولادشون همیشه در کورس ها، در پنتون شما برین، نمره بسیار پایین میبرن، به خاطر اینکه وقتی در کورس ها خواسته میشن اینا، در بدنونا خواسته میشن، یا به آسانی حاضر نمیشن، وقتی که حاضر هم شون از مسائل را پیش میکنن که باید تو رئیس و مدیر کورس رو بپذیره، باید سر خود وقتی که آفیس میتن، به خاطر ازی، یعنی مادر 80% سهم ازی است که دخترش ناکام میمونه، بچهش ناکام میمونه. اگر بی سواد باشه، زیاد فامیلای ما بی سواد و اولادش با سواد هستن، چون زنای سابق بی سواد از در کل، ولی بسیار یک طرح ریزی خوب، مدیریت خوب در خانواده داره، من هم بی سواد است، بسیار خوب اولاد با سواد داره، پدر با اولادشون کلشون استادای پنتون، دکتر هستن، انجینر هستن، ولی یک زنی که بسیار با سواد باشه، خودش مستعد داشته باشه، اولادش ببینه مکتب همیشه خواسته میشه، بخاطر ناکام است، ولی مادر و پدر 80% رول عمده در اساسی در سواد اولاد خود داره، باید کوشش بکنن که باید موضوعات برشون برسونه. سلامت باشین آقای نوری، از صحبت های نیکی که داشتین، ان شاء الله که بین دهای ما هم نکات مهم و اساسی را که استاد گرامی یادآوری کردن مد نظر بگیرن و آنچه نقش را که میتونن داشته باشن در آینده فرزندانشان، این نقش را به صورت درست ادا کنن و کمک کنن با فرزندانشان به اینکه از لحاظ علمی به سطح بالای بالاخره برسن فرزندانشان و یک آینده خوب را در پیش رو داشته باشن. ممنون از تک تک شما تا فردا از ساعت 2 خدا نگهدار.